ماهای اخیر تحلیلگران و رسانه‌های حکومتی به طور مکرر از واژه‌هایی مثل بن‌بست، آچمز و یا باتلاق برای توصیف وضعیت کنونی رژیم استفاده کردند. این اصطلاحات نشون دهنده بحران عمیقیه که رژیم الان با اون مواجهه. اظهارات اخیر یکی از تحلیلگران حکومتی توی روزنامه حکومتی هم‌میهن به طور خاص به وضعیت بن‌بست رژیم و تأثیرات جنگ افروزی خامنه ای بر این بحران پرداخته. تو این برنامه به بررسی این موضوع و پیامدهای اون میپردازیم. همراه میشیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی. مهندس یعقوبی، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که همراه ما هستین و وقتتون رو به ما دادین. میخواستم بپرسم که چگونه این سیاستهای جنگ افروزانه خامنه ای به این بحران کنونی رژیم که الان شاهدش هستیم دامن زده؟ سلام و درود به شما و همچنین درود به بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. من خواستم در ابتدا بگم که بله، این تحلیلگران واژه‌های درستی رو انتخاب کردن برای تبیین شرایط کنونی رژیم، چون معمولا در ادبیات سیاسی بحران به شرایط اطلاق میشه که یک حاکمیت یا نهادهای اون با یک سری تهدیدهای غیر منتظره مواجه بشه که نتونه اونها رو با راه حل‌های عادی حل بکنه. ولی خود رژیم آخوندی الان با یک چیز دیگه مواجه هستش، چون اتفاقا جنگ افروزی رژیم برای عبور از یک بحرانی بود که درش به سر می برد، همون بحران سرنگونی رژیم و چیزی که در ادبیات مقاومت ما بهش گفته میشه که برای صد بستن در مقابل قیام مردم که هر لحظه باید مترصد اون بود، به این جنگ افروزی دامن زد و الان در یک باطلاق گیر کرده که به درستی این تحلیلگران از شرایط آچمز، باطلاق و یا واژه های دیگری در این رابطه استفاده می کنند. بهترین تحلیل رو هم در واقع خودشون دارن ارائه میدن، چون معتقد هستن که رژیم آخوندی قدرت خودش رو بیش از حد در واقع در نظر گرفته بود، بهش ارزش بها قائل شده بود و الان با توجه به ضرباتی رو که خورده و اون نیروهای نیابتیش به طور اخص حزب الله در واقع از کار افتاده، از دور خارج شده به طور خاص، رژیم الان در یک مخمصه گیر کرده، در یک باطلاق گیر کرده که در واقع راه پس و پیشی نداره. بنابراین درست هستش که این تحلیلگران میگن که این شرایط فراتر از یک بحران، یک باطلاق و یک شرایط آچمز هستش. حالا به این وضعیت رژیم که الان شما اشاره کردین، مهندس یعقوبی، اگه نگاهی بکنیم، به نظرتون آیا توان خروج از این بن‌بست یا همین واژه‌هایی که اینا به کار بردن رو داره یا نه؟ این در واقع این وضعیت میتونه به بحران بود و نبودش یا به بحران موجودیتیش خلاصه منجر بشه؟ بله، اتفاقا همین واژه آچمز که اینها به کار بردن یک واژه متداولی هستش، به یک شرایط اطلاق میشه که کسی راه پس و پیشی نداشته باشه، یعنی هیچ گامی رو نه به پیش نه به پس بتونه برداره. خب این شرایط خاص رژیم هستش. چرا نمیتونه این کار رو بکنه؟ برای اینکه در مقابل رژیم خب دو راه حل بیشتر وجود نداره، یا باید این جنگ افروزی ها با شدت و حدت ادعایی خودش ادامه بده که فعلا ناتوان و عاجز ازش مونده، چنان عاجز ازش مونده که یک آخوندی به نام آخوند عالی طی یک روزخونی در تلویزیون آخوندی میگفت که الان مردم با توجه به بیعملی و وعده های پوشالی و توخالی که فرماندهان نظامی این رژیم مثل حاجی نژاد و سردار سلامی و دیگران، سردار باقری اینا میدادن، اینها رو بهشون مردم میگن که اینها از دیاست سیاسی برخوردار هستن. حالا خواست دیگه کلمه دیوس و اینا نگه، این رو اومده به یک شکل دیگه ای بیان کرده. بنابراین خب اگر اقدامی نکنه، حتی نیروهای خودی رژیم، اون طرفدارای هار رژیم که به هر حال تعدادشون زیاد نیست ولی خب کسانی هستن که برای این رژیم آدم میکشن، برای این رژیم غمه میکشن، برای این رژیم میرن تو داخل مردم قیام ها رو سرکوب میکنن، اونها خودشون چنان سرخورده مایوس میشن که با این اطلاق مسئولین نظامی رژیم رو مخاطب قرار میدن. اگر هم
در واقع اقدامی انجام بده. الان با توجه به شرایط جدید جهانی خب مسلم هستش که عواقبش چه خواهد بود، ضمن اینکه رژیم مطلقاً در ظرفیت و توانش نیستش که بخواد اقدامی رو به جلو برداره، و همونطوری که عرض کردم خب اون به نیرویی که این بیش از همه روی اون حساب کرده بود و روی اون سرمایه گذاری کرده بود حزب الله لبنان بود که ما میبینیم در کمال خفت و خاری هنوز معاون و جانشین حسن نصرالله رو اعلام نکرده، روز بعد خودش هم میره در واقع به جایگاه نصرالله میپیونده. بنابراین رژیم از هر جهت در یک بنبستی گرفتار شده، همون باطلاق به اعتقاد من واژه درستی هستش، نه راه پس و نه راه پیشی داره. آقای یعقوبی، تو همین شرایط جدید جهانی که شما ازش اسپردید، یا تیزتر بخوام بگیم روی کار اومدن ترامپ و تعیین تکلیف انتخابات که امروز انجام شد، به نظرتون احتمال تغییر تو سیاست خارجی رژیم شاهد خواهیم بود، یا سیاست‌های بین‌المللی از اون طرف در قبال رژیم تغییر می‌کنن؟ من فکر نمی‌کنم که رژیم ظرفیتی داشته باشه که بتونه سیاست‌هاش رو تغییر بده، برای اینکه این بازی رو رژیم الان چندین دهه هستش که با غرب داره انجام میده و الان دیگر به اعتقاد من زمان این بازی‌ها به پایان رسیده. چرا؟ برای اینکه رژیم الان به عیان به تمام جهان نشون داد که یک تهدید جدی هستش برای صلح منطقه، اگرچه همونطوری که عرض کردم توان رویارویی و تقابل با جامعه جهانی رو نداره، ولی جامعه جهانی رو دچار مشکلاتی میکنه که این به هیچ عنوان برای معادله قدرت کنونی جامعه جهانی به اعتقاد من قابل پذیرش نیست. بنابراین از طرف رژیم به هیچ عنوان گامی در این راستا نمیتونه برداشته بشه، برای اینکه رژیم مثلا ظرفیت این رو نداره. رژیم اگر بخواد وارد تعامل با دنیای غرب بشه، خب همون مساوی هستش با گام‌های بعدی سرنگونی رژیم. این رو به همین دلیل رژیم نمیتونه انجام بده. خامنه‌ای هم به کرات این رو تکرار کرده بود که در این راستا نمیتونه حرکتی انجام بده. اما مواضع سیاسی دولت جدید آمریکا خب روشن هستش، خواستار جنگ نیست. اتفاقا همونطوری که کارشناس قبلی برنامه شما هم فرمودن، حتی میخواد از جنگ در اوکراین هم به نحوی جلوگیری بکنه، ولی سیاست در واقع مصممتری رو در قبال رژیم اتخاذ خواهد کرد، حداقل این چیزی هستش که اینها گفتن، در قبال اون نرمشی رو که دولت بایدن و فرستادن پولهای کلان برای سرپا نگه داشتن این رژیم انجام داد، ایشون گفتن که این کار رو نخواهد کرد و این کار رو جلوش رو خواهد گرفت. بنابراین اینها هم از بعد جامعه جهانی کاملا روشن هستش که حرکتی به سوی تعامل نخواهد بود، و این تشدید و همون باطلاقی رو که رژیم درش گیر کرده رو بیشتر خواهد کرد. بله، من می‌خواستم در موضوع سیاست‌های بین‌المللی در قبال رژیم به موضوع اروپا و مشخصاً آلمان که شما خودتون هم مجسین به اون هم بپردازیم. سخنگوی قضایی رژیم روز گذشته ادعا کرد که جمشید شارمهد بر اثر سکته فوت کرده و اونطور که گفتن اعدام کردن، اعدام نشده. حالا این موضع رژیم یا این تغییر موضعش رو آقای یعقوبی، برخی تحلیلگرا میگن به خاطر مواضع قاطعی بوده که این روزا آلمان همه شاهد بودیم بر علیه رژیم گرفته. میخواستم ارزیابی شما رو بشنویم، شما اونجا تو این رابطه چه میشنوید و خلاصه سیاست آلمان و اروپا رو در قبال رژیم چطور ارزیابی میکنید تو این وضعیت جدید جهانی؟ بله، اولا که رژیم با این مواضع دوگانه خودش رو واقعا سوژه جوک و تمسخر کرده توی محافل سیاسی، چون روز اول اعلام کردن که این فرد رو به اشد مجازات رسوندن و هیچ تروریستی در ایران از حکم اعدام در نخواهد رفت، و الان این موضع سخیفانه رو گرفتن که بلافاصله دولت آلمان واکنش نشون داد، گفت در هر حال این رژیم مسئول مرگ این انسان هستش. اما چرا رژیم این کار رو میکنه؟ رژیم برای چندمین بار نشون داده، و من فکر میکنم این همون موضعی هستش که غرب الان به صرافت افتاده که با چه رژیم آدمکش و با چه رژیمی در واقع سر و کار داره. اینکه رژیم
نشون داد که جز زبان زور هیچ زبانی رو نمیفهمه. اگر واکنش دولت آلمان نبود، اگر اخراج 32 نفر از کارکنان کنسولگری های رژیم نبود، اگر بستن سه کنسولگری رژیم در آلمان نبود، قطعا رژیم این موضع رو نمی گرفت. این همون موضعی هستش که رژیم در طول این سالها اتخاذ می کرد. از یک طرف خودش رو ابرقدرت منطقه نشون می داد و در واقع دنیا رو به گروگان گرفته بود. الان اما همونطوری که عرض کردم شرایط تغییر کرده، به طور اخص با جنگ افروزی های رژیم که از خطوط قرمز به اصطلاح جوامع غربی رد شده، دیگر این میدان بازی هم از رژیم گرفته شده و همونطوری که ما شاهد بودیم دولت آلمان بلافاصله موضع گرفت، گفت که رژیم آخوندی مسئول قتل آقای شارمت هست و این یک ترفندی هستش که من فکر میکنم این هم نشون میده که رژیم در چه باتلاقی گیر کرده و با چه تکابوی سعی میکنه که خودش رو از این باتلاق نجات بده. بسیار سپاسگزارم از شما مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی، که همراه ما بودین. ممنون از همه نکاتتون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما آقای یعقوبی. متشکرم از شما. درود بر شما. درود بر شما.